عشق به سعدی از همان زمان کودکی که پدر حکایت‌هایش را برای من می‌خواند در وجودم شعله ور شد. وقتی که بزرگتر شدم و خودم دست به قلم بردم، فهمیدم که سعدی از واژه‌ها چه استفاده شایان و نابی برده است. یک بار برای تمرین حکایتی از او را بازنویسی کردم و بعد آنها را کنار هم گذاشتم. آن جناب منظور خود را در 7 سطر بیان کرده بود. تازه 2 سطر آن شعر بود که می‌خواست دلیلی بر مدعای خود ارائه کند، اما نوشته من به 10-12 سطر می‌رسید. آنگاه دریافتم که ایجاز در نثر سعدی که معجزه و جایگاهی دارد. واژه‌های انتخابی من آنچنان قدرتی نداشتند تا به راحتی خواسته مرا بیان کنند. همیشه می‌اندیشم که یکی از شگردهای سعدی انتخاب واژه بجا در جمله است، که ما اگر واژه مترادفی را به جای یکی از کلمه ها بگذاریم، هارمونی و وزن تمام جمله ها به هم می ریزد. فکر می کنم سعدی جز معدود کسانی است که خاصیت واژه را به خوبی درک کرده است. بارها تصمیم به دوره کردن گلستان گرفتم، اما هیچگاه به نظمی خاص برای خواندن نرسیدم. یکی 2 حکایت را از فصل‌های مختلف می‌خواندم که به سبب ندانستن بعضی از معانی کلمه‌ها خسته می‌شدم. گلستان خطیب رهبر این مشکل را تا حدود زیادی برایم حل کرد، اما باز هم همان تنبلی مزمن در وجودم بود. تا اینکه عشق به غزل‌های زلالش و حقانیت استادی سعدی در نثر مرا به این خاطره جاویدان در ذهن و روحم کشاند. سال 1346 به خواسته خودم از کامفیروز به سربستان منتقل شدم. چون ماسه برادری به نوعی در آنجا حق آب و گل به هم زده بودیم. برادر بزرگم ابوالقاسم 3 سال، مرحوم محمد صادق 8 سال در آنجا تدریس کرده بودند. هنگامی که از سربستان حرفی به میان می آمد، هیچ جمله منفی در اظهاراتشان یافت نمی شد. در حقیقت من شیفته آنجا و شاگردان ندیده‌ام شده بودم. وقتی وارد اتاق آقای مقدسی ریاست فرهنگ سربستان شدم، او که با پدر سابقه دوستی کهنی داشت و در دوره‌های پدرم گاهگاهی او را می‌دیدم، به من گفت ببینم برای پسر میرزا محمود چه کار می‌توانم بکنم. از رشته تحصیلیم پرسید. گفتم دیپلم فنی و حرفه‌ای از هنرستان نمازی. گفت این از کارگاه. و بعد پرسید در ورزش چه کار بوده ای؟ گفتم در سیکل اول و دوم مقام دوم آموزشگاه‌های شیراز را کسب کردیم که حکم نایب قهرمانی را دارم. والیبال را با توری که در صحرای جلو منزل من می زدیم یاد گرفتم. پس از گرفتن دیپلم 1 سال به طور جدی فوتبال بازی کردم. 2 هفته هم کشتی کار کردم که زنده یاد دکتر فرمانفر به خاطر گوشتردم مرا از این ورزش منع کرد. با لبخندی بر لب گفت دیگر هنری نداری ردیف کنی؟ احساس کردم زیاده روی کردم، عذرخواهی کردم و دیگر تا گرفتن حکم تدریس در دبیرستان سکوت کردم. دبیرستان سیب‌وی فقط سیکل اول داشت با 5 کلاس. خود جناب مقدسی رئیس بود که کمتر در دبیرستان
پیدایش میشد. تمام کارها به عهده مسعود سلطانی پدر مهدی، دکتر مهدی سلطانی سروستانی استاد تئاتر بود. کارم از شنبه تا آخر روز سه‌شنبه مشخص شد. گشتی در مدرسه زدم و آقای سلطانی گفتم پس کارگاه کجاست؟ گفت میبینی که اتاق زیادی نداریم. حیرانی مرا که دید گفت کلاس‌ها را تو باید اداره کنی، هر گلی که زدی به سر خودت زدی. شب تا نیمه بیدار بودم در این فکر که کلاس‌ها را چگونه اداره کنم، چه بگویم که بتوانم برای یک ساعت 30-40 دانش آموز را ساکت و مفتون نگاه دارم. نمیدانم چه چیز مرا به یاد گلستان سعدی انداخت. چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار. به گونه دیگر هم شام و شب بچه ها هم نظر حضرت عباس. در نهایت برنده اصلی من بودم. سر کلاس از شاگردها پرسیدم میدانید که محلی برای کارگاه نداریم؟ موافقید گلستان بخوانیم؟ آنقدر خجالتی و شرم رو بودند که هیچ کس مخالفتی نکرد. گفتم کتابها را من برایتان تهیه میکنم. عصر سه‌شنبه با تانکرهای عبوری به شیراز آمدم. فردا صبحش نزد زنده‌یاد هدایت الله حسن آبادی رفتم. او 7-8 سال پیش از لاهیجان به شیراز آمده بود و کتاب فروشی خانه کتاب را باز کرده بود. از محروم بودن بچه ها گفتم و بعد ماجرای کارگاه و دبیرستان را. در جوابم گفت حالا منظور 160 گلستان جیبی ارزان قیمت می خواهم با تخفیف اساسی، نه به من بلکه به بچه ها. لبخندی مهربانانه در صورتش موج زد و گفت هفته بعد که آمدی امیدوارم با دست پر برگردی. حرفش حرف بود. خلق و خویش یک نوع خوشبینی را در آدم القا می کرد. گفت به تازگی کتابی رسیده است، بخوان و بازگردان. دست کرد زیر میز و کتابی را که با روزنامه لفاف گرفته بود به من داد. چندین بار سواک او را خواسته بود و سنجین کرده بود، اما او دست بر نمی داشت. به بچه ها گفتم که هفته دیگر گلستان به دستشان می رسد. آن هفته حدود 10-12 داستان از نویسندگان مختلف را برایشان خواندم. سعی کردم داستانها کشش داشته باشد، داستانهایی با قهرمانان کوچک. برایشان از نوشتن حرف زدم، این که تا کسی مطالعه نکند و کلمه در اختیار نداشته باشد نمیتواند منظور خود را بیان کند. گفتم سعدی به دو اصل ایمان داشت، خوب میدید و خوب میشنید. سفرهایش تجربه های زیادی را به او آموخته بود. او تمام دیده ها و شنیده های خود را در گلستان و بوستان به تمام مردم دنیا که دوستشان می داشت هدیه داده بود. چهارشنبه باز به سراغ هدایت الله حسن آبادی رفتم. دلشوره داشتم که آیا کتاب ها رسیده است یا نه، اما چهره خندانش را که دیدم خیالم راحت شد. گلستانها را در 3 کارتون که حملش برایم آسان باشد جاسازی کرده بود. قیمت پشت جلد 40 ریال بود که او 20 ریال حساب کرد. حسابی مرا شرمنده کرد. او اعتقاد داشت تا مردم آگاه نشوند هیچ تغییری در زندگیشان به وجود نمی آید. از این کلاس با این کلاس برای من 5 بار دور خانی بود. وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دلازرده به کنجی نشست و
گریان همی گفت. وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم دل آزرده، وقتی به جهل جوانی بانگ بر، وقتی به جهل جوانی، وقتی به. شیراز 25 فروردین. حکیم این پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است، یا دوز به یک بار ببرد و یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، وگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. هر جا رود قد بیند و در صد نشیند، و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. سخت است پس از جاه تحکم بردن، خو کرده به ناز جور مردم بردن. وقتی افتاد فتنه ای در شام، هر کس از گوشه ای فرا رفتند. روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. پسران وزیر ناقص عقل به گدائی به روستا رفتند. اولین بار بود که مصلح الدین برای بازی این همه از خانه دور می شد. بچه های بزرگتر گفته بودند اسم این بازی دزد بازی است. این که یکی دزد می شود و دیگران به عنوان اساس دنبالش می گردند. او فهمیده بود که گاهی دزد از ترس دستگیر شدن به کوههای تنگ الله اکبر می رود. حتی یکی از بچه ها تعریف کرده بود که به گهواره دید رفته بود و هیچ کدام از اساسها نتوانسته بودند او را پیدا کنند. مصلح الدین اما به خاطر سن و سال کم جرأت نداشت که به گهواره دید برود. راه هم چندان نزدیک نبود. علاوه بر این احساس ناامنی نیز فکر رفتن را از مخیله مصلح الدین خارج کرده بود. مردم شیراز اصطلاحاً به گهواره دید گهواره دیو می گفتند. این را پدر در همان یک باری که با هم به آنجا رفته بودند توضیح داد. مصلح الدین به جایی رفت که هیچ کس فکرش را نمی کرد. در بازار به حجره خواجه عبدالله رفته بود که دوست پدر بود و کتاب فروشی داشت. همیشه چند نفر آنجا بودند که کتابت می کردند. مصلح الدین هرگاه همراه پدر به حجره خواجه می رفت محو کار آنها می شد. بوی خاص مرکب و صدای قیش قیش قلمنیها که نوک آنها را برای نوشتن کتابت نازک کرده بودند قبل از هر چیز کنجکاوی او را برمی انگیخت. نزدیک که می رفت و به طرز کتابت آنها نگاه می کرد کسی معترض او نمی شد، متعرض او نمی شد. پدر که با خواجه عبدالله بحثشان گیر می کرد از فکر او غافل می شدند.